داستان‌های فارسی حلزون و درخت گیلاس. روزی روزگاری در یک باغ زیبای کوچک درخت گیلاس با شکوهی بود. گیلاس ها درست مثل یاقوت های سرخ کوچک روی درخت می درخشیدن. تو این باغ حلزون کوچیکی زندگی می کرد که اسمش شلی بود. شلی یک حلزون شاد و خوشحال بود. تو بهار و تابستون با پروانه ها بازی می کرد و پرنده ها رو تماشا می کرد. اما در طول زمستون سرد شلی داخل صدف گرم و راحتش حلقه می شد و به خواب عمیقی فرو می رفت. با تموم شدن یکی از این زمستون ها اون از خواب زمستونی بیدار شد و از صدفش بیرون اومد. اطرافش رو نگاه کرد تا مطمئن بشه که بهار اومده یا نه و با کمال خوشحالی دید بهار اومده. اون دید که تمام گلها با خوشحالی خودشونو به طرف خورشید میچرخونن. زنبورها رو دید که چطور وزوز کنن گلها رو میبوسن و پروانه ها در اطرافشون میرقصن و در باغ به بهار خوش آمد میگن. در حالی که تو باغ میچرخید شکمش به قار و قور افتاد. وای، من تو زمستون خیلی کم غذا خوردم. الان میتونم هر چیزی رو بخورم. ولی تو باغ به این بزرگی چی میتونم پیدا کنم؟ اون به اطراف نگاه کرد و چشمش به درخت گیلاس بزرگی افتاد. وای، یه درخت گیلاس. به به، میخوام همه یه گیلاسای شیرین آبدارش بخورم. حتما خوشمزن. بنابراین شلی به طرف درخت خزید و شروع به بالا رفتن کرد. همین که شلی به ریشه های درخت رسید، قورباغه از پشت بوته ها بیرون پرید. اون دوست شلی آقای قورقوری بود. سلام شلی، تو این صبح فوق‌العاده کجا داری میری؟ سلام آقای قورقوری، خیلی گرسنمه. میخوام گیلاسایی که روی اون درخت هستن رو بخورم. اما شلی عزیزم، هیچ گیلاسی روی این درخت نیست، همه اونا فقط برگن. شاید الان نباشه، ولی تا من برسم اونجا در میان. آره، اگه تو هم پاهایی مثل من داشتی میتونستی به سرعت بپری بالا و لازم نبود این همه زحمت بکشی. میخوای واسه صبونه چند تا پروانه برات بگیرم بخوری؟ دوست داری با من بیای؟ منظورم اینه که نه، ممنونم. مطمئنم که پروانه ها فقط واسه شما خوشمزن. تو مطمئنی؟ میدونی پروانه ها مثل گیلاس ها آب دارن؟ شایدم بیشتر. بله بله، مطمئنم که اون آبدارا رو نمیخوام. خداحافظ آقای قورقوری، من باید برم. از غذای خوشمزتون لذت ببرید. آقای قورقوری به طرف پروانه پرید، اما با هیجانی که داشت اونقدر بلند پرید که محکم خورد به یه درخت. چقدر خوبه که من نمیپرم. همین که با سرعت خودم میخزم خیلی خوبه. همینطور که شلی با خوشحالی و به آرومی میخزید و بالا میرفت، به یک تنه بزرگ رسید. اونجا یکی دیگه از دوستاش بامبل زنبوره رو دید. بامبل همین که شلی رو دید وزوز کنان جلو اومد. شلی، اینجا چیکار میکنی؟ اومدی از نسیم لذت ببری؟ نه بامبل، من اومدم اینجا تا گیلاسای شیرینی که بالای اون درخت روش کرده رو بخورم. گیلاس؟ اما اونا که تو تابستون در میان، الان فقط برگ داره. آره، خب برگا رو میبینم. فرق بین برگ و گیلاس رو خوب میدونم. ولی میدونی که سرعتم کمه. وقتی که به گیلاس برسم دیگه تابستون تموم شده. واقعاً؟ اون موقع من بهت کمک میکنم. وقتی گیلاس ها در اومدم بیا بشین پشت من. من خیلی سریع تو هوا پرواز میکنم و میبرمتون بالا. نه ممنونم، فکر کنم خیلی سرگیجه بگیرم. شاید بیافتم و اصلا قلب و خورم. آره، تو اصلا نمیافتی، مطمئن باش. این یه سفر بی خطره. اما خب باشه، اگه دوست نداری اشکالی نداره. خداحافظ، امیدوارم که بالاخره به اون گیلاس های آبدار برسی. اون پرواز کرد و رفت. همین که رفت شلی سرشو برگردون و آهسته و پیوسته به طرف بالا خزید. بعضی از روزها شلی خیلی احساس خستگی می کرد، اما وقتی به گیلاسای سرخ براق فکر می کرد دوباره شروع به بالا رفتن می کرد. شبها داخل صدفش می رفت و خوب استراحت می کرد و صبح روز بعد دوباره شروع به بالا رفتن می کرد. تابستون داشت کم کم نزدیک می شد و شلی کوچولو می دید که درخت پر از شکوفه است. همونطور که داشت اونها رو نگاه می کرد، ناگهان باد شدیدی رو روی خودش احساس کرد. دوستش وینگزی بود. سلام وینگزی، نزدیک بود پردم کنی اون بر.
سلام شلی، اومدی اینجا قنچه های گلا رو ببینی؟ اونا خیلی قشنگن مگه نه؟ اونقدی که وقتی گیلاسن خوشمزن الان جالب نیستن، دلم میخوادش جون. گیلاس؟ تو به خاطر گیلاسا اومدی اینجا؟ اما الان نه فقط شکوفن، تو خیلی زود اومدی. نه وینگزی، من زود نیومدم، درست به موقع اومدم. اگه مثل من بالای بزرگ و فوق‌العاده‌ای داشتی، میتونستی خیلی راحت بری بالا نگاهشون کنی. ببین، به نظرت اونا قشنگ نیستن؟ اونا خیلی... خداحافظ، خدا رو شکر که من هیچ بالی ندارم. شلی به راه خودش ادامه داد، فقط به یه چیز فکر میکرد و اون هم بالا رفتن از درخت بود. وقتی به بالای شاخه ها رسید، دید که دیگه درخت با شکوفه های زیبای سفید پوشیده شده و عطرش تمام باغ رو پر کرده. در حالی که داشت شکوفه ها رو بومی کرد، دو پرنده رو دید که اونجا نشسته بودن و با خوشحالی جیک جیک میکردن. ای، اون شلی نیست؟ گو کجا؟ آره، خودشه. چطوری اومده این بالا؟ سلام شلی، تو اینجا بالای درخت چی کار میکنی؟ اینجا زیادی برات بلند نیست؟ سلام، آره خب قبلا هیچ وقت اینقدر بالا نیومده بودم، اومدم تو گیلاسای شیرینی که اینجا در میاد و بخورم. این همه راه به خاطر گیلاس اومدی؟ واسهت سخت نبود؟ معلومه که بود، راه خیلی طولانی بود و منم خیلی گرسنه بودم، اما به گیلاسا که فکر میکردم دوباره به راه هم ادامه میدادم. خیلی هم بهم خوش گذشت چون تو را کلی از دوستامو دیدم. کارت قابل تحسینه، اما برات متاسفم، روی درخت فقط شکوفه است. نگران نباش، سفر من هنوز تموم نشده که، هنوز یکم دیگه باید برم بالا. خب خداحافظ هر دو تاتون، باید به راه هم ادامه بدم. وقتی شلی به بالا رفتن از شاخه ها ادامه داد، دو پرنده ازش خداحافظی کردن. طولی نکشید شلی به بالای درخت رسید. اون خیلی خسته بود، اما وقتی به اطرافش نگاه کرد، دور تا دورش پر بود از گیلاسای سرخ آبدار. وای، خیلی آبدار به نظر میان. حالا کدومشونو بخورم؟ این که مهم نیست، خب همشونو میخورم. شلی اونقدر خورد و خورد که دیگه جایی برای خوردن نداشت. خودش هم به اندازه یه گیلاس چاق و گرد شده بود. اوف، خیلی خوردم، حسابی پر شدم. خیلی خوشحالم که تسلیم نشدم. راه طولانی و سخت بود، اما نتیجهش خیلی خوشمزه بود. و بالاخره شلی خیلی خوشحال بود. اون به سختی کار میکرد و در مسیر و تلاشش صبور بود. شلی نشون داد که اگر شما واقعا چیزی رو بخواید، نباید هرگز تسلیم بشید.